ده. سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز چند خبر مهم اقتصادی وزیر انرژی و پس از استعضای مجلس نمایندگان توانست تا در سمتش باقی بماند مجلس نمایندگان آقای عثمانی را از بحر عدم مصرف بودجه مقرری های غیر قانونی و فسخ برخی از پروژه های برق استیزا کرد. نمایندگان مردم در مجلس می گویند که فساد گسترده در وزارت انرژی وجود دارد و نیز قراردادها با بلندترین هزینه ها به شرکت ها داده می شود. قرار است پروسس حدود چهل هزار تن آهن داغمه با شرکت های داخلی زوب آهن داده شود. وزارت مالیه می گوید پس از این طریق شرکت های زوب آهن حمایت خواهند شد و با آغاز این قرارداد قاچاق زوب آهن به بیرون از کشور نیز کاهش خواهد یافت. و اینجا برای بحث بیشتر محمد ابراهیم شمس رئیس هیئت اجرایی کمیته عالی فلزات داغمه با ما هستند. آقای شمس سلام به شما خیلی هم خوش آمدید. شما آقای شمس در حال حاضر وضعیت کارخانه های زوب آهن در کشور چگونه هست؟ خب تشکر با فابریکات زوب آهن به مو اساس سالهای قبلی که اینا ایجاد شدن و تشویق شدن به خاطر زی که اکثر فابریکات در سکتور آهن در افغانستان قسم که اینا شکل گرفتن به مو اساس که در سکتورهای مختلف وقتی که ما اما منابع مواد خامشه در, در یک کشور یا داخل افغانستان داشته باشیم اونا بهتر میتونن که متداوم باشن فعالیت هاشون بیشتر انکشاف پیدا بکنن که خوشبختانه در این سال گذشته ترهای مختلف از طرف سکتور خصوصی خصوصا در بخش زاو بیاهن به حکومت افغانستان آمد در تقاضا و پیشنهادات سکتور خصوصی نقاط مهم مهمش روی بحث دسترسی به داغمجات و فلزات داغمه که خصوصا در ادارات دولتی و در ادارات ملکی و نظامی در افغانستان موجود است از حکومت تقاضا کردند که ما را همی داغمجات در اختیار ما قرار بدن و و ما تا ما من حیث مواد اولیه من حیث مواد خام خود استفاده بکنیم و ما از این فرصت استفاده شود. به مو اساس دولت من حیث یک بسته حمایتی یا yeah. یک بسته تشویقی رویشان روی زمین موضوع کار کردند و در, در, در ماه گذشته در پنج ماه گذشته سه وظایف عمده را در اقبال داشتیم که اول در افغانستان خصوصا در ادارات مل... در ادارات ملکی در... اونجا باید تثبیت شود که ما به چی, مب... مقدار داغم... داغمجات را داریم یعنی دغمی سیاه رنگف المونیم و مس و برونز و موضوعات دیگره و همچنان ما به چی تعداد فابریکات را در افغانستان در حال حاضر این تعداد فابریکات ها چقدر در, در حال حاضر تعداد فابریکات فعلا 22 فابریکه ما در افغانستان در دا رابطه داریم لیکن ای بسته حمایتی مشروط بر... بر... اطاعت پذیری فابریکات بر قوانین افغانستان خصوصا قوانین مالیات افغانستان متکی بوده آن آن عدد فابریکاتی که اونا بیلانس های سال گذشته خود به وزارت مالیه سپردن یعنی به دولت هم تعهدات مالیاتی مالیاتی خود سپری کردن اونا از این از این پروسه مستفید میشن و فابریکاتی که جدیدا آغاز میشه خوشبختانه در سال در سال آخر پنج فابریکه جدید روی روی کار ساخت کارشان روی ساخت فابریکات جریان داره دیگه به مو اساس یک پروسی دای دای سال یک پروسه در سال 1396 یک پروسه موافق, بود و پروسه ما تانستیم که هم در تعداد فابریکات باید افزایش آمد در افغانستان و هم آن عدد فابریکاتی که سابق به دلایل مختلف بیشتر روی مالیات و روی موضوعاتی که اونها باید بیلانس های خود بتن و گزارشات مالیات خود بتن اونا تشویق شدن که باید بیلانس های فعالیت های باید به با دولت باید بدن که ما سال گذشته چقدر فعالیت کردیم و همچنان در جلوگیری از قاچاق در این رابطه هم اقدامات صورت گرفته چون در داخل هم فلزات که در ادارات دولتی بود اینا اشکال مختلف مشکلات های را ما در در ادارات خود در سرحدات و در بخش های مختلف داد که اشکال مختلفی این فلزات قاچاق می شد یعنی حالا اندازه چند جلو قاچاق آهن داغ گرفته شده در داخل کشور جلوی قاچاق آهن در این رابطه که یعنی تمام داغمجاتی که در ادارات دولتی است اونها را باید بر اساس زمو که در طرز عمل آمده در تصاویب آمده اینها را باید به فابریکات داده شود و امو هیئت اجرایی و تیمای مختلف که موجود هستند اونا بررسی میکنن میرن در تمام ساحات در ادارات دولتی مثال فعلا هم یک یک گروه کاری ما رفته به ولایت هرات به خاطر از اینکه در هلایت ما دو فابریکات تزاوی بسیار خوب و با استاندارد های روز داریم تا داغمجات ما که در 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 ولایت زون غرب است در ولایت هرات است باید به مو اساس که اینا گزارشات مالیات مالی خود دادن باید برشان داده شود و یک گروه کاری ما به ولایت بلخ خصوصا ما در ولایت قندوز و خودش در شهر مزار شریف و در ولایت جوزجان شبرغان در اونجا داغمجات را که دارم اونجا سفر میکنن میرن تا اینمی فابریکات را باید وصل بتن برشان امی داغمجات را بتن اگر ما مقایسه بکنیم که در سال در سالهای گذشته در افغانستان اه 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 تولیدات فابریکات داخلی ما تقریبا در حدود 30 35 هزار تن سالانه بوده مگر خوشبختانه امسال که سال مالی تمام شد 210 هزار امی امی افزایش پیدا کرده از 35 هزار تون در تولید در 210 هزار تن در سال تولیدات زینا افزایش پیدا کرده لیکن در, در مقایسه ظرفیت تولید زینا که از تقریبا نزدیک به 600 هزار تن است در سال در 600 هزار تون دیگه به می خاطر از 35 هزار اینا افزایش پیدا کن به 200 هزار و ظرفیت زوبشان بیشتر است یعنی فابریکات ما آماده هستند اگر به چی اندازه بیشتر داغماجات در اختیار زیاد قرار داده شود یا میتونن که امور زوب بکنند و محصولات آهنی را تولید بکنن قرار داده که امروز به امضا رسید دقیقا چقدر میتونه از جلو قاچات آهن داغمه در بیرون از کشور گرفته شد؟ متاسفانه در سالهای گذشته کشورهای همسایه اونا تقریبا از امی شیوه بسیار زیاد مستفید شدن و فعلاً هم اونا تلاش دارن تا افراد و اشخاص و گروپ های مختلف را بازی بنام شرکت ها را تشویق بکنن که اا 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 یک اندازه از ازمی سیستم از این فرصت ها قسم غیر قانونی استفاده بکنن و داغمجات را بگیرن قانونی خود نمیتونند که فیصله است غیر قانونی از راه مختلف افغانستان خونه مشکلات قاچاق نه تنها در این سکتور بلکه در تمام سکتورهای ما قاچاق یکی از تهدید رشد صنایع داخلی ما است که این هم شامل از میشه دیگه به مو اساس کوشش میکنن که باید قاچاق شود و متاسفانه شکایاتی که از طرف فابریکادارا و و از طرف صنایعشون هم میان اونها هم تشویش دارن لیکن مطمئن هستن که او گراف قاچاق که سابق بود او بسیار پایین اومده کاهش یافته در قاچاق شن. زن چقدر یافته باشه؟ یعنی تخمینی, یعنی خب ما ارقام احصایی را نداریم که چطور باشه لیکن قاچاق از کجا میشه یعنی وقتی که ما نظارت خود بالای ادارات قوی میسازیم که قاچاق می داغمجات باید از اونجا نبرایه رویش گرفته میشه وقتی که ادارات دولتی خصوصا ارگانهای امنیتی و محافظین و مراقبت گمرکات در مسیر راهها ها را که داغمه را بار کردن اونها را استاد میکنند پرسان میکنن که از کدام دارست است جلوی دنجه گرفته میشه وقتی که در سرحدات در گمرکات در نقاط مختلف ما از طریق ارگانای امنیتی از طریق ارگانای مربوطه این موضوع را تعقیب میکنیم که باید نشوه یعنی در یک, در یک مرحله ما روی قاچاق نمیگیریم در هر مرجی در هر دمو از منبعی که اونها اونجا فعلا امی قاچاق است و در کدام مرکز یا در کدام کشور انتقال میشه در تمام پروسیشون مو مو شیوه نظارتی خود قوی کردیم ما لیکن بیشتر قاچاق فلزات داغما به کدام کشور هست؟ سابق بدون شک در قدم اول زمانی که پروسی داغمجات شروع شد از امروز 4 پنج سال شش سال سابق و اخ هر شخص میتونست که در یک نهاد بره در یک دوتالبی اشتراک بکنه و به هزارات تونه بگیره اگر اونا درست امو مقدارش مقدارش مشخص کرد یا نکرد خو یک پروسه بود و تمامش اکثر پاکستان میرفت و در فابریکاتی که در در سرحد و پنجاب و سند و دیگه جای هستند اونا بیشترین نشان از این قاچاق داغمجات ادارات خصوصا نظامی افغانستان اونا تمویل شدن و از او استفاده کردن که متاسفانه ضررش ها ما خود ما میبینیم لیکن امسال خوشبختانه ادارات دولتی پروسیشن شروع شده لیکن بیشترین داغمجاتی که قابل استفاده نیست در در ارگانای نظامی ما وزارت محترم دفاع وزارت محترم داخل امنیتی ملی یا ارگانای مختلف نظامی که هستند در اونجا هم فیصله در شورای علی اقتصادی در سه جدی امسال صورت گرفت که یک کمیته مشترکن از سکتور خصوصی امی کمیته داغمجات ارگانای عدلی ای در شورای, در شورای محترم امنیت ملی بحث شوه او داغمجاتی که کاربرد است کارا است برای ارگانهای امنیتی تفکیک شوه او داغمجاتی که کاربرد نیست و تهدید تخریب شدنش از بین رفتنش موجود است اونها را هم باید به با سکتور خصوصی باید به خاطر که پروژه های آینده ما که قسمی که فیصله شد در شورای محترم عالی اقتصادی که پروژه های انکشافی ساخت خط ریل در افغانستان تقریبا در حدود نزدیک به از 8 تا 10 هزار کیلومتر قسمی که امو پلان انکشافی چند سال اداره محترم خط ریل است یا وزارت محترم فایده همه است اینا هم باید یک, یک, یک تخمین تخ، اندازه و اما نور و استاندارد کیفیتی را هم با سکتور خصوصی شریک می سازد اگر اینا توانمندی زیر دارن اینا باید بند در میجه می تولید خطای ریل هم باید ای فابریکات با ما باید در باید این مدت حکومت در بخش سکتور کارخانه های زوباهن دقیقا چقدر توانسته از ها را ایجاد بکنه؟ ببینین در قسمت چند چیز را سکتور خصوصی خصوصا در آهن اینا کار داشتن زمین، برق، پالیسی، حمایتی، و و اینمی قسم مو... پیشنهادات مختلفی که از طرف سکتور خصوصی می که در این رابطه دسترسی به زمین بدون شک چالش ها موجود است لیکن امی فابریکات ما در نقاط مختلف در کابل و در ولایت زمین دارند یعنی بدون شک که تعداد زیادشان زمین ها را خودشان خریدن تسهیلات برق برشان آماده شده با وصف از که سکتور خصوصی خودش سرمایه گذاری کرده بالای ساخت سبستیشن های خود بالای انتقال برق خود نصف پایه خود امتداد بر لاین برقشان سرمایه گذاری خودشان کردن لیکن اما روحیه و زمینه و زمینه برشان آماده شده در بخش تعرفات در بخش محصولات که اینا باید مالیات باید بتمو که روی تعدیل قانون مالیات دو رابطه هم مباحث است که باید حتی اقل این فابریکاتی که جدید آغاز سه سال از مالیات باید معافیت داشته باشند و در پروسه تدارکات در پروسی تدارکات در فابریکات زاو نشست های مشترک را که یا با وزارت محترف انکشاف شهری داشتن با وزیر صاحب انکشاف شهری داشتند اونا تعهد سپردن که در ایجاد ساختمان های جدید دولتی خصوصا در در سکتور صحت در سکتور معرف در سکتور ادارات مختلفی که دولت در اونجا ساخت میکنه باسازی میکنه تمام محصولات آهنی که با کار باش در قدم اول رجوع میکنه به می فابریکاتشان و کوشش مهمی است که باید در فابریکات امی کیفیت سطح کیفیتش باید بالا بره مستندرد باید شبه که قابل قبول باشه در عرصه هم دولت هم راشان کوشش میکنه در عموما وقتی که ما میگرافی گرافی سیوپای هزار سال گذشته و امسال 210 هزار ما می‌بینیم به این معنا که سکتور خصوصی در 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 بخش زاویه آهن اینا تشویق شدن امروز ما تقریبا از 95 تا 100 میلیون دلار سرمایه گذاری در این سکتور صورت گرفت تقریبا در حدود در مجموعه شون اگر ما بگیریم تقریبا تمامشان از 5000 بالا فرصت اشتغال زایی فرصت, فرصت اشتغال فرصت کار برشان مهیا شده در سال جاری چقدر سرمایه گذاری ها روی این بخش صورت گرفت یعنی امسال امسال وقتی که ما میگیم 5 فابریکه یعنی به خاطری در زاویه آهن مشکل است که ما فابریکات بسیار کوچک در نظر بگیریم در اکثرا فابریکات بزرگ است و به خاطر زی وقتی که اینا سرمایه گذاری میکنن باید امو رقابت در نظر بگیرن محصولاتی که از کشورهای همسایه در دمی... محصولات فیلیزی وارد افغانستان میشه اینا به حجم بسیار کلان پیش میان و در اون دو او صورت فابریکات سنجش خود کردن تحلیل های خود صورت انجام دادن اینا باید سرمایه گذاری کلان رو بکنن حالا سر ما رقابت با کشورهای بیرون داریم؟ خوشبختانه در اون سکتورایی که ما مواد خامش در داخل افغانستان خود داریم که یکی از سکتورای زوب آهن است که همچنان در داغمجات افغانستان به اساس می که تحولات،, جنگی در افغانستان بود ما زیاد داغمه داریم و همچنان معدنی که معدن آهنی که در افغانستان است خوشبختانه بسیار زیاد است یعنی در کوتاه مدت میان مدت و در طویل مدت امی سکتور ام آینده خود میمینه و با می خاطر است که یکی از سکتورهای سکتورهای پرمنفعت سکتورهایی که واقعا افغانستان به طرف خود کفایی بخش می بخش میبره دولت و سکتور خصوصی یک تفاهم خوبی را به وجود آوردن آغازش است و به می خاطر سکتور خصوصی هم در نشستهای مختلف خود تعهد خود به دولت سپردن که ما در بخش در بخش فرار از مالیات نمی کنیم اما گزارشات به چی مبلغ به چی مقدار ما, ما فعالیت کردیم گزارشات مالی خود بر افغانستان میتیم در بخش های فرصت های اشتغال زایی ما مهیا میسازیم لیکن امی دسترسی به داغماجات ای, ای مقطعی است ای طویل مدت نیست به خاطر داغماجات خلاص میشه ظرفیت ها زیاد است ظرفیت تولید و تقاضا برش بیشتر است دیگه به می خاطر تقاضا اینا بود به شورای محترم عالی اقتصادی تا یکی از معادن آهن به ما, با ما دسترسی باید داده شد و مو اساس باز به با وزارت محترم معادن و پترولیان وظیفه سپرده شد تا با سکتور زوب آهن نشست داشته باشند و شرایط مقررات و مکانیزم های هماهنگی بین سکتور زاوی آهن و وزارت محترم معدن برای دسترسی به این معدن افغانستان باید مکانیزم نشان کار بکنه و طرح اگر... خود به شورا پیش بله. بکنه. فرزات در اختیار شرکت های داخلی داده شود دقیقاً چه چقدر از نیازمندی های مرعرف گزارشاتی که خصوصا در بخش رسمی بلکه از وزارت محترم مالی از بخش گمرکات پیش ما است و در سال در سال نزدیک به 800 هزار تن واردات داریم لیکن متاسفانه ممکن در بازار چقدر آهن به فروش باز می رسه شاید تفاوت داشته باشه یک مشکل را که ما در سراسر ادارات او همو تطبیق احصایای احصایای ما نسبتا متفاوت می در بازیالات حالات لیکن اگر امی ظرفیت های زینا به مو سطح که پیش شده تحقق پیدا بکنه مطمئن هستیم که در سه سال آینده در بخش سکتور آهن افغانستان آه، 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 آهن ساختمانی یا مثال در سرک سازی سرکسازی در ساختمانی افغانستان به خود کفایی میرسه. لیکن تقاضا وقت به وقت فرق میکنه یعنی yani در بخش فلزات هم ما باز محصولات بسیار با تکنولوژی پیشرفته را در افغانستان در ساختمان های خود کار میکنیم یا دیزاین ساختش بسیار متفاوت میباشه که او هم بدون شک در هر کشور پیشرفته که در سکتور زوب آهن اونا خود کیفام هستند مگر اونا از باز کشورها وارد میکنن لیکن در عمومی در بخش هایی که به مقدار بسیار زیاد به کار میه و اساسی می باشه در او اساس به می منوالی که پیشرفت ما داریم مطمئن هستیم که در ظرف دو الا سه سال در می هایی که فعلا تولید میشه افغانستان و با طرف خود کفایی در بخش می خیلی خوب باز هم ترهای شما چی است و پیشنهادات شما برای حکومت چی است و باز هم چه سهولت های دیگر رو باید ایجاد بکنیم وقتی که ما با سکتور خصوصی دای رابطه نشسته داشتیم تقاضای ما از سکتور خصوصی است که اونا در صحنه عمل هستند خودشان کار میکنن کوشش ما با سکتور خصوصی است که اینا را امی سکتور با یکی از سکتورهای کشورهای همسایه و و منطقه باید اونا را ما هماهنگ بسازیم تا در این سکتور بیشترین فوکس روی کیفیت باید شود اینا باید بتانن که کیفیت های خود بالا ببرن اینا باید بتانن که اونمون نرم, و میارهایی که در منطقه است باید تطبیق باید بکنن اینا اینها باید در بخش اگر در بخش تکنیکی بیشتر زیاد ضرورت دارند و در بخشی که اینا چطور بتانن به خاطر که استخراج معدن یک موضوع یک سرمایه گذاری هم از نقطه نظر رفت پولی رفت هم زیاد است و هم نقطه نظر کیفیتی و تکنیکی هم زیاد است دیگه به خاطر تقاضای ما از 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 این سکتور است که دولت میخواد شما را کمک بکنه تا این اندازه هم کمک و حمایت کرد و, و ای کفایت نمیکنه ما باید بسیار پیش بریم بسیار آینده طولانی در روی خود داریم دیگه به مو خاطر شما باید امو برنامه های, برنامه های, برنامه های تجارتی خوده پلان های استراتژی خوده پلان های انکشافی خوده باید رویشان کار بکنین یعنی در این سکتور تقاضای ما از سکتور از است که شما نه تنها تنها و تنها بالای امی امی محصولات و داغمه و تولید باید فوکس بکنین و توجه بکنین نه از این شما باید آل بیرون براین یا من حیث یک, یک مدل پیشرفته که خصوصا کشور چین کشور هندوستان یا کشورهای دیگری که سکتور, سکتور خصوصی زو آهنش با کدام سیستم با کدام استانداردها ها و با کدام روش های بازاریابی تجارتی مشارکتی و پیش میرن و با کدام اه، 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 استاندارد ها اینا سر و کار دارن یا با کدام سیستم تولیدی یا با پیش میرن تا مصارف زیاد کاهش پیدا بکنه به خاطر زیم روز در, در 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 جهان بیشترین روی تکنولوژی سرمایه گذاری میشه که مصارفش باید کاهیم مصارف کاهش بده و اواید بالا ببره دیگه به خاطر تلاش های ما از سکتور خصوصی به این نتیجه ما رسیدیم که سکتور خصوصی هم در رابطه تعهدات خود سپردن که ما کوشش میکنیم که یک مدیریت سالم به وجود بیاریم در می تمام سکتور شفافیت به وجود بیاریم و ما بتوانیم که حساب دی باشیم پاسخگو باشیم کیفیت بالا ببریم و نه تنها در پروژه دولتی برکه در پروژه های که از طریق اه 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 از طریق دونرها در افغانستان به کار برده میشه از طریق پروژه بانک جهانی است یا بانک انکشاف آسیایی است یا مثال پروژه مختلف یو یا و بخش های دیگه هستند که اونها در بخش های ساختمانی کار میکنن اینا باید از امی از امی محصولات داخلی به کار بره, بره یعنی من هست یک بله. پکیج پکیج که در اونجا یک یک آینده بسیار روشن برای سکتور پیش بینی شده باشه ما متحد هستیم که برای سکتور خسو خسو کار که میکنه. این طرحا واقعا عملی شود دقیقاً چه تلاش ها باید صورت بگیره خیلی کوتاه در پایین برنامه است بدون شک در قدم اول دولت تعهد خود برشان سپرده و, و ثابت هم ساخت با،, با با دسترسی به این بسته حمایتی که واقعا با تناسب با سکتور خصوصی یا بازار آزاد بسیار یک پروسی پروسی موفق و و و حمایت درستی بود این حال وقت زیر رسیده که سکتور خصوصی هم باید پیش قدم شود با ادارات دولتی با دولت تعهد خود عملی بسازد برنامه خود درست بکند مدیریت خود سالم بسازد روی 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 کمیت لیکن روی کیفیت بسیار زیاد باید کار بکنه شیوه مدیریتی خود دسترسی به با، 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 بازارها رقابت خود باید سالم بسازه و بتونه که من در روی ارگانهای مربوطه دولت من حیث یک هماهنگی همهنگ، هم، خوب و من حیث یک شریک قابل اعتماد اینا هم پیش قدم شوند تعهد دولت است که در این رابطه نه تنها در دا داغمجاد در تمام پروس های بعدا در استخراج معدن در پروسه های تدارکاتی و در بخش های حمایتی مالیاتی دسترسی به برق زمین امروزی ها متحد می باشه کار بکنه خیلی سپاس محمد ابراهیم شمس رئیس حیات سجرایوی کمیته عالی فلزات داغمز که شما در زیر بنات اشریف و بینده های عزیز حال توجه کنید به شماره از ارزای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 50 پول یک یورو 82 افغانی و 80 پول یک پاوند انگلیسی 93 افغانی یک دلار همه 8 افغانی با 90 پول هزار تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول هزار کلدار پاکستانی 631 افغانی و هزار کلدار هندی هزار و هفت آدم. و این هم قیمت طلا یک گرم طلای کویتی دو هزار و یک گرم طلای سنگاپوری 2720 دو هزار و یک گرم طلای بحرینی دو هزار و یک گرم طلای عربی دو هزار و یک گرم طلای ایرانی دو هزار رو صدف کنی و یک گرم طلای روسی دو هزار و دو صدف و این هم قیمت مواد اولی هم یک کلو شکر پنجاب یک گرم کنی یک گوریارد خارجی هزار و دو صد و بیست صدف کنی یک گوری برانج خارجی دو هزار و سه صد و هشت صدف کنی یک لیتر تله پترول چهل و هفت افغانی و یک کیلو گاز شست دو افغانی سپاس از همراهیتان تا این دم تا برنامه بعد خودم